کشته و زخمی شدن بیش از 25 تن در نتیجه حمله انتحاری در شهر کابل. صدور فتوا سوی علمای دینی افغانستان در پیوند به جنگ جاری در کشور. و چین یک بار دیگر از امریکا خواست که در امور داخلی این کشور مداخله نکند. برام خدا و با عرض سلام به مجموعه خبری این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. مشروع خبرها. در حمله انتحاری روز دوشنبه در نزدیکی خیمه لوی جرگه 7 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. مهاجم انتحاری حوالی ساعت 11 و 30 دقیقه در نزدیکی دروازه خیمه لوی جرگه زمان عالمان دین را هدف قرار داد که آنان در حال ترک این نشست بودند. مهاجم انتحاری پس از آن عالمان دینی را هدف قرار داد که آنان جنگ جاری و حملات انتحاری در افغانستان را از لحاظ شرعی ناروا خواندند. طالبان مسلح دست داشتن در این حمله را رد کردند. چند دقیقه پس از صدور فتوای عالمان دین در رابطه با جنگ جاری و حملات انتحاری در افغانستان، خود این عالمان قربانی حمله انتحاری شدند. مهاجم انتحاری حوالی ساعت 11:30 زمان مواد انفجاریش را در مقابل دروازه خیمه لوی جرگه بر عالمان دین منفجر کرد که نزدیک به 2000 تن آنان جنگ جاری در کشور را در خیمه لوی جرگه تحمیل شده بر افغان‌ها خواندند و این جنگ را از لحاظ شرعی و دینی مردود و ناروا دانستند. انفجار زیاد قوی بود. وقتی که انفجار شد، حتی در ما که پیش مکتب بودیم زمین لرزه کرد، خود ما هم در زمین خو کردیم و ما که رفتیم چی مرده شهیدای زیاد بود. خبر شده ما دو تا پلیس است، پیره‌دار است، یکی شهید شده او را میشناختیم، بسیار شیرین بچه بود، عاجز بچه بود، پیره‌دارای دروازه. قماندانی امنیت کابل میگوید که این حمله انتحاری از سوی یک مهاجم پیاده زمان صورت گرفت که عالمان دین در حال ترک نمودن خیمه لوی جرگه بودند. به گفته آنان در این حمله 7 تن از عالمان دین به شمول یک پلیس کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. اما وزارت صحت عمر تعداد زخمی ها را 18 تن میخواند. شهروندان میگویند که برای این نشست تدابیر جدی امنیتی گرفته شده بود و تمام راه ها برای مردم مسدود شده بود. اما بان هم مهاجم انتحاری تونسته است خود را به محل برساند و اشتراک کنند. زگان این نشست را هدف قرار بدهد. دلت وحشت پورس چا یو خواه بلی خواه مندی والی منظم راقلم بس نور حالات بیاخو نور طول خلق ولی دید سا حالات امیت بود کسی نبود را بسا بود و خونم که پایین بودیم دیگه کس ما رم نمیشه نمیشه ما در سر پایین بروشیم ما نمیشه دفارگاه نمیشتیم بوریم امیت هست دیگه اینجا سمات ندارشیم. قماندانی امنیه وزارت داخله از گفتگو در رابطه با جزئیات بیشتر این رویداد خودداری کردند. مسئولیت این حمله را کدام گروهی بر عهده نگرفته است، اما طالبان مسلح دست داشتن در این حمله را رد کردند. همزمان با این عالمان دینی افغانستان حملات انتحاری و جنگ جاری در کشور را حرام خواندند. 2500 عالم دین که در خیمه لوی جرگه گرد هم آمده بودند با صدور فتوای جنگ جاری در کشور را برخلاف احکام اسلامی خواندند و میگویند که هر گونه مبارزه مسلحانه در برابر جمهوری اسلامی افغانستان و اعمال تحت عنوان جهاد جواز شرعی ندارد و حکم جهاد تنها صلاحیت دولت اسلامی می باشد. عالمان دین از طرفای درگیر جنگ خواهان آتش بس فوری شدند و گفتند که در جنگ جاری تنها افغان‌ها کشته می‌شوند و زمینه را برای مداخله خارجی‌ها مساعد ساخته است. 2500
2500 عالم دینی افغانستان برای نخستین بار بر ضد جنگ جاری در کشور فتوا صادر کردند و این جنگ را عمل خلاف احکام اسلامی خواندند. عالمان دین که در خیمه لوی جرگه گرد آمده بودند با یک صدا از هر دو طرف جنگ خواستند تا به گفتگوهای صلح حاضر شوند و بحران جاری در کشور را از طریق مذاکرات بین الافغانی پایان بدهند. عملات انتحاری و جنگ جاری در این فتوای هفت مادوی عالمان دین آرام خوانده شده است. ماده اول، بیشتر از 99% مردم جمهوری اسلامی افغانستان مسلمان هستند و مبارزه مسلحانه بر ضد آنان به نام جهاد برخلاف احکام اسلامی است و حکم جهاد تنها صلاحیت دولت اسلامی است. ماده دوم، در جنگ جاری میان دو طرف تنها افراد ملکی و افغانهای عام کشته می شوند و نفع جنگ تنها به دشمن می رسد. بنابراین هر دو طرف جنگ، حکومت و طالبان مسلح باید به گفتگوهای صلح بنشینند و به بحران جاری پایان بدهند. ماده سوم، انفجار و انتحار در اسلام هیچ اساس شرعی ندارد. به همین دلیل عملات انتحاری، ترور، قتال طریقی و رصف‌کنی حرام است. انجام دادن این اعمال، تمویل نمودن و کمک نمودن با آن عمل غیر شرعی است. ماده چهارم، کسانی که به صلح حاضر نمی شوند در برابر خدا و رسول مسئول و به گونه آشکار از احکام الهی تخطی می کنند. ماده پنجم، جامعه افغانی یک جامعه اسلامی است. ترویج هر نوع فساد دینی و اخلاقی و تمام اعمالی که در تضاد با اساسات دینی باشد و باعث انحراف جوانان گردد مردود است و باید از آن جلوگیری به عمل آید. ماده ششم، ایجاد تفرقه، تعصب و تبعیض در میان مسلمانان بر اساس قوم، زبان و مذهب و انجام اعمال مشابه آن که با اساسات دین مبین اسلام در مغایرت قرار دارد و انجام دهندگان چنین اعمال سرپیچی کنندگان از احکام اسلامی شمرده می شوند و قابل مجازات پنداشته می شوند. ماده هفتم، ما مداخله آن ده افراد، نهادها، گروه ها و کشورهایی که باعث تداوم جنگ در افغانستان گردیده و سبب قتل و نفاق میان افغان ها می شوند را قطعاً مردود دانسته و محکوم می نماییم. افغانستان اسلامی جمهوریت چې 99% ډیر خلک مسلمان دي او اساسی قانون یې د سیمې په کچه تر ټولو ډیر اسلامی قانون دی، پر وړاندې وسلواله مبارزه او د جهاد تر نامه لاندې کړنې هیڅ راز سرعي جواز نه لري. د دینی نصوصو په اساس د جهاد حکم یوازې د اسلامي دولت مسلمان حاکم صلاحیت دی. عالمان دینی کشور از علما و کشورهای جهان خواستند که برای پایان دادن به جنگ جاری در کشور از فتوای ضد جنگ عالمان دین افغان حمایت کنند. عالمان دین میگویند که طالبان باید به عوض جنگ خواستهایشان را از طریق مذاکرات بین الافغانی مطرح و با مشوره علمای دین رای حل پیدا کنند. علما د افغانستان په جګړو کې پخکیلو غاړو غږ کوو چې د خپلو مسلمانانو ورونو په مقابل کې جګړه، هغه جګړه چې پایله یې د تباهۍ او بیګناه انسانانو د وژلو پرته نور څه نه ده، پرېږدي او د سولې لاره خپله کړي او د خپلو مسلمانو ورونو او اسلامي جمهوریت سره د سولو خبرو اترو ته کښېني. موږ پرې باور یو چې د مخامخ مذاکراتو له پای سره به د دواړو خواوو غوښتنو او ستونزو ته چې د جګړې د دوام لامل شوي دي مناسب حل لارې وموندل شي. عالمان دینی افغان از هر دو طرف جنگ خواستند که به احترام ماه مبارک رمضان آتش بس را اعلام نموده و طالبان در کنار خروج نیروهای خارجی تمامی خواستهای مشروعشان را از طریق گفتگوهای رودرو مطرح کنند. پیشنهاد ما در جنگی است که به خاطر ده اخیر رمضان مبارک و برای اجتهاد عبادت رسول الله صلی الله علیه و سلم هر دو طرف گفتم طرف های درگیری جنگ هر دو طرف اردن را اعلان کنن، هر کسی شد طرف های کنن نکنن انشاءالله مسئولیتشان در پیشگاه الله بزرگ جلت عظمته و عوامش. ما علمای افغانستان این جنگ را ناروا و خلاف شریعت می دانیم و اون را جز ریختن خون مسلمان چیزی دیگری نیست. بنابر توقف هرچه سریعتر جنگ فتوا می دهیم. البته اون چه که در اینجا می آید هم خطاب به دولت جمهوری اسلامی افغانستان و هم بر کسانی که در مقابل دولت در طول مدت‌های دراز است که جنگ در افغانستان جریان داره مخاطب ما طرفین است. ما
عالمان دین افغان در حال این فتوا را بر ضد جنگ جاری در کشور صادر می کنند که در نظر است پس از عید سعید فطر عالمای دین افغانستان و پاکستان نیز در یک نشست مشترک بر ضد جنگ جاری در افغانستان فتوا صادر کنند. پلیس شرکت ادعا می کند که در ارقام عواید محصول در درصدی کردت کارت های تلفن میلیاردها افغانی تفاوت وجود دارد. رئیس کمیسیون مواصلات و مخابرات بولسچرگا در نشست استجوابیه وزیر مخابرات میگوید که حکومت سیستم در درصدی محصول کردت کارت ها را سیاسی ساخته است و بر سر همین مسئله حتی رئیس جمهور وزیر اقتصاد پیشین را از وظیفه‌اش برکنار ساخت. اما وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی دست برد در عواید در درصدی محصول کردت کارت ها را رد میکند. ولیسی جرگه وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را در رابطه به مسئول 10% کردیت کارت های تلفن همراه روز دوشنبه در نشست عمومیشان فرا خواندند. کمیسیون مواصلات و مخابرات ولیسی جرگه در این نشست میگوید که در عواید به دست آمده از شرکت های مخابرات و وزارت مالی از بابت 10% مالیه کردیت کارت ها میلیون ها افغانی تفاوت وجود دارد که در این خصوص وزیر مالیه نیز حاضر به پاسخگویی نیست. بیخی تفاوت خدای مون استیلامون مگه شرکتون سمون تا جواب رکن که بیخی لست چند پورت ده میلیاردو دلار تفاوت رازی میلیاردو افغانی تفاوت رازی ارقام سمون تا وزارت مخابرات رکن ده او شرکتون رکن دیر سال تفاوت ده فرق دیر ده زکر زیاده او متاسفانه وزارت مالیه رئیس این کمیسیون ادعا می کند که حکومت سیستم 10% مسئول کردیت کارت ها را سیاسی ساخته است. زد و بندهای کلان حتی به سطح رئیس جمهور وجود دارد که ولوسی جرگه و وزیر مخابرات نمی توانند مانع دستبرد در عواید آن شود. این یک مسئله تکنیکی از باید وزارت مخابرات کار پیش می بود که متاسفانه به اساس مو وقت رئیس صاحب جمهور این را سپورت به وزیر صاحب اقتصاد. اگر شما شاید باشین یک علت انگیزی وزیر صاحب اقتصاد که برطرف شد رئیس صاحب جمهور منفکش کرد همین مسئله سیستم بود که تقریبا در دبی $1,000,000 تا بالا شد. این که شرکت ها تا امرایش معامله کرده یا اشخاص افراد دیگه چی بودن؟ 3 سال می شود که حکومت با وکیلان از ایجاد سیستم شفاف جمع‌آوری 10% مسئول مخابراتی سخن میگوید، اما تا اکنون از ایجاد این سیستم خبر نیست. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در اینجا دستبرد در عواید 10% مسئول کردیت کارت های تلفن را رد میکند و میگوید که پول به دست آمده مستقیما به افغانستان بانک میریزد. اکاونت سره مستقیم دی افغانستان بانک ته ځي. هیڅ اداره په دې کې نه لاسرسی لري او نه ورته کوم لاسرسی لري. نو د قانون له مخې چې هیڅ داسې کوم شخص نشته دی چې په دې پیسو کې یا دوی ورسره معامله وکړي یا کوم په دې باندې ورسره بحث وکړي. کله چې دا پیسې د کمپنیانو سره معلومې کړلی شوې د میاشتې په آخر کې نو کمپنیانو ته انوایس ورکولی کېږي. د هغې په مطابق مستقیم من دا پیسې د افغانستان بانک ته ځي. او د وزیر مخابرات میگوید که سیستم 10% مسئول مخابراتی برای بار دوم در اداره تدارکات در مرحله خریداری قرار دارد و تاکید میکند که تعیین این سیستم به دلیل زمانگیر شده است که ایجاد این سیستم یک تجربه نو در افغانستان است. تدارکات ملی یواز دوام زل دغه څلور کمپنیانو څخه نرخ وړي چې کومې کمپنۍ را تسعی دقیق او د تدارکات او شرایطو په مطابق باندې نرخ راکړو زموږ ټول کارونه نور خلاص شوي دي. بر اساس ارقام وزارت مخابرات 11 میلیارد و 500 میلیون افغانی از درک عواید 10% مالیه در جریان 3 سال گذشته به دست آمده است، اما کمیسیون مواصلات و مخابرات ولیسی جرگه این رقم را نادرست می‌خواند. یه طالبان مسلح به حمایت اردوی پاکستان بر اعضای جنبش نجات پشتونها در وزیرستان جنوبی با واکنش‌های گسترده مواجه شده است. طالبان مسلح مربوط گروه ملا نظیر که حمایت اردوی پاکستان را با خود دارند این حمله را ناوقت روز یکشنبه در وانه وزیرستان جنوبی بر تانک تل علی وزیر یک تن از سران این جنبش انجام دادند. در این رویداد به خود علی وزیر آسیب نرسیده است، اما اعضای جنبش نجات پشتونها میگویند که در این حمله مسلحانه طالبان حداقل 4 فرد ملکی کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. آنان ادعا میکنند که در این حمله نیروهای طرفدار حکومت نیز دخیلند. پس از این رویداد اعضای جنبش نجات پشتونها در اسلام آباد، پشاور، کویته و مناطق دیگر دست به تظاهرات زدند. همچنان رهبران احزاب ملی گرای
میلیگرا این حمله را محکوم کرده و از حکومت خواستند تا از حمایت طالبان و این گونه اعمال دست بردار شود. او بیا بالعموم در طول پشتان است که او پاکستان که دی که در پاکستان بار پا جهان که هرچی دی دی در خواست کم شدی پا کار در چه در متحد او منظم ملت پتوگا در دین اولین خلاب پا جهان که هرچی دی برین نکومی ادارو تا میدون ملل تا پا شارونو که هرچی دی پرس کانفرانسونو او که جلسه او که جلوسونه او که او ده دی خلاب ده یو متحد ملت بیسیت و در ایخی ده پاکستان ده وقت دارانسا مشخواست که چه مربانی وکی پرور پترول تیل ما چوی ده دیر سه یو داسی خطرناک شی مجوره وی چه بیا بنا ده چه ده سنبالوولوی نبید زولوی. ارقام نشر شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه با ثبت نام به دلیل عدم موجودیت بانک اطلاعاتی بی بنیاد است. نهادهای ناظر بر انتخابات میگویند که به دلیل نبود بانک معلوماتی و بیومتریک در این روند انتخابات، کمیسیون انتخابات ارقام نادرست را با مردم شریک می‌سازد. در همین حال اعضای ولسچرگ با اشاره به ارقام اخیر از سوی کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که کمیسیون انتخابات اراده برای برگزاری انتخابات ولسچرگ و شوراهای ولسوالی های آینده ندارد. بر اساس ارقام اخیر کمیسیون انتخابات تاکنون 4,700,676 تن در سراسر کشور در روند انتخابات ثبت نام کردند که بر اساس این ارقام تنها در یک هفته 1,000,000 تن ثبت نام شدند. بر اساس این ارقام در یک هفته گذشته 1,525,046 تن ثبت نام کردند که به گونه 100 در هر روز به 217,863 تن در ولایات مختلف کشور میرسد. شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات با اشاره به نشر ارقام اخیر کمیسیون انتخابات میگویند که بدون نبود بانک اطلاعاتی و سیستم بایومتریک این ارقام بی بنیاد است و نبود بایومتریک میتواند شفافیت انتخابات را زیر سوال ببرد. لومریتو باید کارسوی در مربوطی بانک ترسو اگر روزمره دینول کنی بهیر پدغه سیستم که ثبت سوی وی او وصل سوی وی او پدی مانا باندې نور مطبوعات او نظر نهادونه او سیاسی گروپونه تر ټول دغه فرصت ورکړل شوی وای چې دوی په روزمره ډول باندې دغه پروسه څارلی په کوم ولایت کې په کوم ولسوالۍ کې په کوم مرکز کې څومره خلکو نوملیکنه کړې ده او دا روزمره دغه اپډیټ کېدلی. په عین حال کې دا هم دا سیستم باید دغه ځانګړتیا هم درلودی چې که چېرته تصویري موردونه په پروسې کې کارول کېدل دغه د ډیټابیس په اساس باندې باید پیژندل شوی وای. در همین حال شماری از اعضای ولسی جرګه نیز از کمیسیون انتخابات میخواهند تا ارقام دقیق را با مردم شریک سازد و اگر این کار صورت نگیرد احتمال آن وجود دارد که انتخابات آینده به مسیر نادرست برود. آنان با اشاره به فیصله های اخیر کمیسیون انتخابات میگویند که حکومت اراده برای برگزاری انتخابات ندارد و این روند نیز به گونه نمایشی جریان دارد. آمار چطور یک بار بر قاسا به 5,000,000 نزدیک به 5,000,000 میرسه. ما به نظر ما سوی گمان ندارم، سوی زن ندارم، ولی ما در پشت گپ پرده گپایی را احساس میکنم که ممکن این انتخابات به انحراف کشانده شوه و انحراف از این متاسفانه باعث بربادی و بی‌ثباتی کشور است. باید حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات با مردم صداقت داشته باشه و این صداقتش برملا کنه، آمار دقیق را بگوید. مثلا از طریق تلفن میگه که فلان ولسوالی همه قدر ثبت نام شده، آیا این دقیق است؟ باید کتابایی که راه روان میکنن این را دقیق شون. یعنی وضعیت را که من میبینم در کمیسیون انتخابات دیروز به چشم دید خود دیدم، مطلق حتی میتونم بگم که 5% کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی برگزاری انتخابات سالم و شفاف را حداقل به لحاظ تکنیکی نداره. ما چشم دید خود دیدیم برگزاری انتخابات بدون بانک معلوماتی و سیستم بایومتریک انتخابات آینده را با چی مشکلات مواجه خواهد کرد؟ صبح بعد دغه عواقب دغه پروسی که دایسی شرمان سیست یو ده تزویری اسناد و تذکیرو ده کارون پاره که دایسی موقع کم مساعده بیسی. دوم تکراری نمریکن هم که دایسی سوک به اصل تذکیری سوک مسانا بنده سوک بل نامو بنده ده هم که دایسی پر دغه پروسی که شرمان سیست را ارقام دغه طریق نپر تولار سی. ولی کلا چه که میسون بیا دغه بانک جور کری او که دغه سیستم پوخ نوی او تهدابه
اغه زنګړتیاوي چې بل اخر دغه موردونه چې ما اشاره وته کړله د غو سره مقابله و نه کړي. نو پریمانه چې موږ تصویري ارقام او تصویري معلومات په پروسې کې سره تکراری لرو او دوملاړه جوړیږي هغه بیا هم له بده مرغه یو ناسم دوملاړ وي. واکنش ها در رابطه با ارقام کمیسیون انتخابات در حالی است که اکنون نیست تنها افراد انگشت شمار در کابل و ولایت کشور ثبت نام می کنند و قرار است که این روند در آینده نزدیک به پایان برسد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور با نمایندگان احزاب سیاسی روی انتخابات بحث و گفتگو نمود. در خبرنامه کسهای دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور پیشین به نشر رسیده آمده است که حامد کرزی شام یکشنبه با نمایندگان 28 حزب سیاسی کشور در رابطه به انتخابات آینده بحث و تبادل نظر نمود. در خبرنامه همچنان آمده است که در این ملاقات در مورد اوضاع جاری کشور نیز صحبت‌های همه‌جانبه صورت گرفته است. رئیس جمهور پیشین در روزهای اخیر با شمار از رهبران پیشین جهادی، سفیر امریکا و نماینده خاص سازمان ملل نیز در رابطه با وضعیت جاری در کشور گفتگو کرده است. افراد مصلح ناشناس یک عالم دین را در ولایت قندهار به قتل رسانند. حوالی ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر روز دوشنبه، خطیب مسجد موی مبارک شهر قندهار زمان هدف حمله مسلحانه مهاجمان قرار گرفت که پس از ادای نماز ظهر به سوی خانه‌اش در حرکت بود. مهاجمان از ساحه فرار کرده و پلیس میگوید که تحقیقات را در پیوند به این رویداد آغاز کردند. مولوی عبدالحق خطیب از 20 سال به این سو ملا امام مسجد جامع موی مبارک در قندهار بود. تا هنوز مسئولیت این حمله را کدام گروه بر عهده نگرفته است. وزارت معادن و پترولیم میگوید که قرارداد کنونی فابریکه سمنت غوری لغو و دوباره به داوطلبی سپرده می شود. سرپرست وزارت معادن و پترولیم میگوید بررسی اخیر این وزارت از فابریکه سمنت غوری نشان می دهد که کمپانی مربوطه این پروژه بر تعهداتش عمل نکرده است و این قرارداد باید لغو اعلام شود. مسئولان میگویند که تا داوطلبی دیگر مسئولیت این فابریکه را وزارت معادن بر عهده می گیرد. شورای عالی اقتصادی از میان 12 پروژه فیصله اش را در رابطه با 3 پروژه اعلام کرد. مسئولان وزارت معدن و پترولیم میگویند که در نشست شورای عالی اقتصادی فیصله شد تا قرارداد فابریکه سمنت غوری با کمپانی افغان انوستمنت لغو و این پروژه دوباره به داوطلبی گذاشته شود. وزارت معدن و پترولیم میگوید که نپرداختن قرضه ها از سوی این کمپانی، عدم مصرف نمودن پول ها بر اساس قرارداد، عمل نکردن این کمپانی بر تعهدات صورت گرفته و فروش این پروژه به کمپانی دیگر بدون هماهنگی از جمله موارد است که سبب لغو این قرارداد شده است. اونمو فیصله که در سال 1395 صورت گرفته بود که پروژه فسخ است، این پروژه فسخ است. دومی پیشنهاد که ما کردیم در قسمت وجوهی که ما ضرورت داریم و تیم موقت که ما ایجاد بکنیم که ما مسئولیت از این پروژه رو موقتا بگیریم تا وقتی که ما پسیره به طرف داوطلبی بریم به قرارداد میتیم، این هم منظور شد. وزارت معدن و پترولیم میگوید که مسئولیت فابریکه سمنت غوری تا داوطلبی دیگر به این وزارت واگذار می شود. در همین حال مسئولان میگویند که در رابطه با داوطلبی معدن زرکشان ولایت غزنی نیز در این نشست گفتگو شده است و در صورت حاضر نشدن مسئولان شرکت داوطلب این پروژه، قرارداد این پروژه نیز به داوطلبی گذاشته خواهد شد. وظیفه داده شد به وزارت محترم مالیه، وزارت محترم اقتصاد و وزارت مدن که یک بار دیگه معلومات از شرکت بخواین، در صورتی که شرکت امی معلومات را که ما ضرورت داریم بسری وقت و به طور شفاف بر ما فراهم نکنن، این پروسه به طرف فسخ میره و پس میره به طرف اعلان میره. وزارت معدن و پترولیم میگوید که در نشست شورای عالی اقتصادی همچنان بر تصدی کود و برق گفتگو و تاکید شد که این فابریکه سالهای متمادی به این سو بدون هیچ منفعت فعالیت کرده است. خبرهای خارج از کشور پس از این وقفه. بازم خوش آمدید در ادامه خبرهای جهان.
چین از ایالات متحده آمریکا خواست که در مسائل داخلی این کشور مداخله نکند. سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه در یک نشست خبری در بیجینگ در پیوند به اظهارات اخیر مایک پمپیو وزیر خارجه آمریکا گفت که آمریکا باید به جای انتقاد و مداخله در امور داخلی چین اشتباهات خود را اصلاح کند و از مداخله در امور داخلی این کشور خودداری کرده و بر تقویت پیشرفت میان آمریکا و چین تلاش کند. مایک پمپیو به تازگی خواهان بررسی قضایای ناپدید و زندانی شدن افرادی شده بود که در سال 1989 در تظاهرات چین اشتراک داشتند. ایران از کشورهای جهان خواسته است تا برای حفظ توافقنامه اتمی در برابر ترامپ بیستند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران این خواست را با نشر نامه با کشورهای جهان مطرح کرده است. جواد ظریف از کشورهای دیگر عضو این توافقنامه نیز خواست است که غرامت خسارات را بپردازند که در نتیجه خروج ایالات متحده از این توافقنامه به ایران وارد شده است. این خواست ایران از جامعه جهانی در حالی است که دیپلماتان اروپایی پس از خروج آمریکا برای پابرجا ماندن این توافقنامه تلاش می‌کنند. همزمان با این صدر اعظم اسرائیل به هدف متقاعد کردن رهبران کشورهای اروپایی جهت بیرون شدن از توافقنامه اتمی ایران روز دوشنبه بر راهی اروپا شد. بنیامین نتانیاهو قبل از سفرش در صحبت با رسانه‌ها گفته است که در سفر 4 روزه‌اش به اتحادیه اروپا تلاش خواهد کرد که رهبران کشورهای اروپا را که حامی توافقنامه اتمی با ایران هستند را بر خروج از این توافقنامه متقاعد سازد. و همچنان افزوده است که در جریان سفرش در مورد اقدامات ایران در شرق میانه و خصوص سوریه با رهبران کشورهای اروپا صحبت خواهد کرد. این نخستین سفر صدر اعظم اسرائیل به اتحادیه اروپا پس از خروج آمریکا از توافقنامه اتمی ایران است. اسرائیل میگوید که تهاجم ایران را در سوریه تحمل نمی کند. آتش فشان در گواتیمالا جان 25 تن را گرفت. این آتش فشان در یکو در فاصله 40 کیلومتری شهر گواتیمالا به وقوع پیوسته است که در نتیجه آن صدها تن زخمی و 654 تن دیگر به ساحات امن انتقال یافتند. اداره مبارزه بر ضد حوادث طبیعی این کشور گفته است که در نتیجه این آتش فشان شماری از خانه های مردم نیز در یکی از قریه ها سوخته و از بین رفته است. گواتیمالا از جمله کشورهای آمریکایی لاتین می باشد که نزدیک به 17 میلیون نفوس دارد. سرویس خبری ما در همین جا به پایان رسید. سپاسگزارم از همراهیتان. الان نگهدار.